با سلام به همگی، من پریسا موسوی هستم و در مورد فیلم عشق اثر میشایل هانکه میخوام صحبت کنم. خب همونطور که میدونید این جلسه جلسه آخر فصل ما هستش که قرار بود این فصل در مورد فرم سینمایی صحبت کنیم و از منظر فرم فیلمایی که میبینیم رو نگاه بکنیم. و اتفاقا همونطور که خیلیاتون اشاره کردید فیلم عشق هم خیلی انتخاب مناسبی برای این کاره و من حتما میخوام که بخشی از صحبتم رو به مسئله فرم اختصاص بدم و تاثیرش روی محتوا. بنابراین من با یه سری نکات شناسنامه‌ای در مورد فیلم شروع میکنم. اول یه سری مطالب کلی در مورد مؤلفه‌های سینمایی هانکه میگم، بعد میپردازم به مسئله فرم و المان‌های فرمی که توی فیلم عشق به کار گرفته شده. خب فیلم عشق در سال 2012 ساخته شده، در جشنواره کن اون سال جایزه نخل طلا رو برده بهترین فیلم، در اسکار و گلدن گلوب هم جایزه بهترین فیلم خارجی رو گرفته و دو تا بازیگر قدیمی سینمای فرانسه در این فیلم بازی میکنن که امانوئل ریوا در نقش زن و ژان لوی ترینتینیان در نقش جورج بازی میکنه که این اسم آن و جورج هم اگه دقت کرده باشید اسمایی هستند که همیشه تو اغلب فیلم ها هانکه به کار میرن. این دو تا شخصیت اصلی زن و مرد یا آن و جورج یا یه ورژن دیگه از این اسما. و یه بازیگر دیگه فیلم هم که ایزابل هوپرته که در چند صحنه حضور داره و نقش دخترشون رو بازی میکنه که اونم بازیگریه که قبلا هم تو فیلم معلم پیانو و فیلم زمانه گرگ با هانکه کار کرده. هانکه کارگردانیه که خب اهل اتریشه، خودش در رشته فلسفه و روانشناسی و تئاتر تحصیل کرده. قبل از کارگردانی مدتی حرفه بازیگری رو دنبال کرده، حتی مدتی نوازندگی پیانو رو دنبال کرده که به گفته خودش ناموفق بوده تو این کارا، ولی همچنان تاثیرش رو روی فیلم‌هاش می‌بینیم. معمولا شخصیت‌های فیلم‌های هانکه خیلی به موسیقی کلاسیک علاقه دارن، مثلا تو این فیلم معلم پیانو هن. تو فیلم معلم پیانو، تو فیلم فانی گیمز بازی مسخره، شخصیتش همیشه علاقه به موسیقی کلاسیک هست. خودش به غیر از فیلم عشق یک بار دیگه هم جایزه نخل طلا رو برده برای فیلم روبان سفید در سال 2009. و توی پرانتزم اینو بگم که هانکه یه بار گفته که فیلمساز مورد علاقهش در این دهه عباس کیارستمی هست و گفته که سادگی سینمای کیارستمی رو هم تحسین میکنه. سینمای هانکه میتونیم بگیم یه سینمای بسیار تحریک کننده و تلنگر زننده است. تم‌ها و موضوعاتی که بهشون میپردازه معمولاً مسائل اساسی دنیای مدرنن که همونطور که بچه ها گفتن معمولاً مسائل اخلاقی هستن، یه چیزی که شاید بشه بهش گفت بحران معنویت در تمدن غرب، یه مسئله‌ای که خیلی بهش میپردازه. و به خاطر سابقه شخصی خودش و طبقه خودش، خب نسبت به مسئله بورژوازی علاقمند هست و نسبت بهش خودآگاه هست، ولی مثل سینماگرهای چند دهه قبل از خودش مثلا ژان لوک گودار و اون موج نو فرانسه از لحاظ سیاسی رادیکال نیست. یعنی نمیاد مثلا با یه مدل مارکسیستی مسائل سیاسی معاصر رو نگاه بکنه، بیشتر به مسائل انسانی و مسائل سنتی تر علاقمنده. بنابراین ما تم‌های هستی شناختی و اگزیستانسیال رو بیشتر در کارهاش می‌بینیم و در فیلم عشق هم که خب مسئله که مطرح شده مسئله عشق و مسئله مرگ که خب مسئله اگزیستانسیاله. و هرچند که همونجوری که مهدی گفت با اشاره به مسئله اوتانازی به حال یه برداشت سیاسی هم میشه از این فیلم کرد، ولی خود فیلم بیشتر به جنبه اخلاقی و انسانی ماجرا کار داره و اون در اون سطح باهاش روبرو میشه، تمرکزش روی نقد سیاسی نیست. از لحاظ سبک سینمایی همونطوری گفتم هانکه کارگران مناسبیه برای اینکه فرم رو بررسی کنیم و به طور کلی از منظر زیبایی شناسی و سبک فیلم‌هاش رو میتونیم در رده سینمای هنری اروپایی قرار بدیم و به طور خاص‌تر معمولاً از یه سری تکنیک‌های سینمایی استفاده می‌کنه که در مجموع فیلم‌هاش خیلی تأمل برانگیز و تکان دهنده از کار در میاد. حالا ما برای اینکه بتونیم بیشتر دقیق‌تر در مورد فرم کاراش صحبت بکنیم، میخوام اول برگردم به این موضوع که فرم اساساً چی هست و وقتی از فرم صحبت میکنیم منظورمون چه ویژگی‌هایی از فیلم و بعد برسم به تحلیل فرم فیلم عشق به طور خاص. خب فرم رو میتونیم به طور خیلی کلی در تقابل با محتوا تعریف کنیم.
شما محتوای ساده شده فیلم رو در نظر بگیرید، فیلم در مورد چیه؟ اگر مثلا یه خلاصه دو خطی از فیلم بخونیم، یه چیزی نوشته مثلا توی مایه ها که یه زوج سالخورده داریم که استاد موسیقی بازنشستن، زندگی خوبی دارن، یه روز زن سکته میکنه، نصف بدنش فلج میشه، مرد ازش مراقبت میکنه و غیره. این کلیات داستان در واقع محتوای عینی یا به اصطلاح کانکریت فیلمه. همینطور میتونیم به ایده های و موضوعات کلی که تو فیلم مطرح شده توجه کنیم برای محتوای فیلم، مثلا بیماری، مرگ، عشق. حالا این محتوا رو، محتوای در واقع خیلی عینی و خام رو، شما میتونین به شیوه های مختلفی به تصویر بکشین. اگه بیایم اون چارچوبی که حاصل کار نهایی در اون پرداخته میشه رو، شکل گرفته میشه رو جدا کنیم و به شواجه کنیم، به اون میگیم فرم، به اون میگیم فرم فیلم. این چارچوب شامل یه چیزایی مثل شیوه روایت هست که مثلا روایت خطیه یا اینکه مثلا پرش‌های زمانی داره، قاب بندی‌های دوربین هست که مثلا کلوزآپ داریم یا بیشتر لانگ شات داریم، نحوه گذر زمان در فیلم هست که مثلا ریتم تندی داره، ریتم کندی داره، چگونگی استفاده از موسیقی هست و تک تک اینا مسائلی هست که باید کارگران در موردشون تصمیم بگیره. یعنی اینجوری نیستش که یه دوربین بر حسب اتفاق اون گوشه باشه، این اتفاقات بیفته و دوربین اونا رو ضبط کنه. هر فیلمی باید در مورد این انتخاب‌ها تصمیم بگیره و اینها فرم فیلمو شکل میدن. شما مثلا دوربین مداربسته یه بانک رو در نظر بگیرید که مثلا یه سرقتی اتفاق میفته و دوربین اینو ضبط میکنه. ما اگه بشینیم این فیلمو نگاه بکنیم، تقریبا میشه گفت که فقط محتوا داریم اینجا. ولی از اون طرف یه فیلم دیگر رو در نظر بگیرید که در مورد سرقت بانک ساخته شده. اینجا فیلم باید یه آدم انتخاب فرمی انجام بده و بر اساس اینکه فرمش رو چجوری انتخاب بکنه، معنا و تاثیر متفاوتی رو روی ما میذاره. مثلا میتونه موسیقی رو یه جوری استفاده کنه که ایجاد هیجان بکنه، یا یه جوری استفاده کنه که ایجاد استراب بکنه، یا یه کار بکنه ما مثلا با سارق بانک همزاد پنداری کنیم یا با کارمند بانک. بنابراین معنای نهایی فیلم حاصل قرار گرفتن اون محتوای خیلی خام در بستر فرمه. حالا همه فیلم‌ها این فرم رو دارن، فیلمی نیستش که فرم نداشته باشه. شما مثلا یه فیلم آگهی تبلیغاتی هم نگاه بکنین، بالاخره بعد اون محتواشو در چارچوب خاصی عرضه بکنه تا بتونه اون تأثیر رو بذاره روی مخاطب. ولی با این حال بعضی از فیلم‌ها به لحاظ فرمی میشن فیلم‌های خاص، چون اون انتخاب‌ها و تصمیم‌هایی که در مورد فرم می‌گیره فیلم می‌گیره، در واقع اون عادت ما و انتظاری که از فیلم داریم رو در هم می‌شکنه. اینجاست که مثلا گاهی مخاطب در کنار اینکه داره موضوع داستان رو دنبال میکنه، توجهش به فرم فیلم هم جلب میشه. مثلا وقتی که مثلا آدم یه کفش راحت پاشه، هیچ وقت حواسش نیستش که کفش باشه، ولی وقتی کفشش ناراحته میگه اه من کفش پوشیدم، حواسش به کفش جلب میشه. همونطوری وقتی حواس آدم به فرم فیلم جلب میشه، میتونه یه سری ارتباطات و معانی که خیلی وقتا مثلا معانی استعاری یا شاعرانه هستن رو هم در فرم فیلم ببینه و گاهی حتی به طور ناخودآگاه یه جوری تحت تاثیر قرار بگیره که خب اون واکنش متعارفی که بهش عادت داریم نیست. خب همین فیلم عشق که به اعتقاد من یه فیلم خاص از لحاظ فرمی، موضوعاتی که مطرح میکنه رو به یه نحو منحصر به فردی مطرح میکنه که همونطور که خیلیاتون گفتید واقعا میشه گفت نگاه کردن بهش آزاردهنده هست. یه فیلمی که شاید جالب باشه با این فیلم مقایسش بکنیم، فیلم استیل الیسه که شباهت محتوایی خیلی زیادی با این فیلم داره. اونجا ما یه زن تحصیل کرده داریم که زندگی خوبی داره، بیماری آلزایمر میگیره که اونم یه بیماری پیشرونده است و بسیار دردناکه. این فیلم خوبیه، فیلم خوشساختیه و با بازی جولیان مور خیلی هم احساسات آدم رو برمی‌انگیزه، ولی آزاردهنده نیست. موسیقی فیلم مثلا با آدم همراهی میکنه، آدم شاید مثلا یه جایی بشینه دل سیر گریه هم بکنه با فیلم مثل من و اتفاقا سواک هم بشه. ولی در فیلم عشق چنین همراهی احساسی و مخاطب نمیشه. مخاطب در واقع توی این وضعیت غیر قابل تحمل رها شده و یه زمانی در فیلم وجود داره که خیلی کند داره میگذره و بیننده باید اون شرایط رو یه جوری تجربه کنه که تو فیلم استیل الیس ما چنین چیزی رو تجربه نمی کنیم. شما تو اون فیلم همچنان دارین از دور به ماجرا نگاه میکنین، ولی اینجا پرت میشین وسط ماجرا. به خاطر میخوام ببینیم که چه به طور جزئی چه مؤلفه‌ای فرمی وجود داره در این فیلم که این تاثیر خاص رو ایجاد میکنه روی روح و روان مخاطب. المان‌های فرمی که من میخوام روشون تمرکز کنم، یکی شیوه روایت و ریتم فیلمه،
یکی قابندی تصاویره و یکی دیگه هم استفاده از صدا و موسیقی که همتون یه جورایی به هر کدوم اشاره کردید. در مورد شیوه روایت و ریتم فیلم، یه نکته‌ای که خیلی به چشم میاد شیفت‌های ناگهانی در روایت، چه از لحاظ تصویری و چه از لحاظ صوتی. از همون ابتدای فیلم، عنوان‌بندی فیلم که داره رد میشه بدون موسیقی و روی صفحه سیاه، ما یک دفعه صحنه اول فیلم رو داریم که تمام تصویر دیده میشه، شکستن ناگهانی دره و با صدای بلند در میشکنه و پلیس وارد آپارتمان میشه. و در طول فیلم ما خیلی این رو میبینیم که از سکوت مطلق و تصویر تیره یهو میپریم به صدای بلند و رنگ‌های مثلا زنده و روشن. از لحاظ داستانی هم همینطوره، مثلا بازی‌های زمانی بلندی رو داریم که هیچ اتفاق خاصی نمیفته، فیلم خیلی کند داره میگذره، حرفی زده نمیشه، که خب این یه حالت آرامش و پایداری رو القا میکنه، ولی ناگهان یه اتفاق غیرمنتظره میفته، در واقع یه اتفاق بد میفته که خب ما تحت تاثیر این تکنیک احساس میکنیم اون احساس آرامشی که وجود داره فقط در سطح ماجراست، یعنی در واقع یه تنش و حتی خشونت آزاردهنده‌ای در تمام مدت زیر این سطح وجود داره که خب یه احساس ناخوشایندی رو القا میکنه، بیننده رو تمام مدت به حالت آماده باش نگه میداره. یکی دیگه از تکنیکایی که در واقع تکنیک شنیداریه، تکنیک صوتیه که به کار گرفته شده، استفاده از یه صداییه که منبع اون صدا خارج از صحنه است یا مثلا در قاب تصویر اون منبع صدا دیده نمیشه. اصطلاحا به این تکنیک میگن صدای آکوسماتیک. این تکنیک هم میتونه حالت بیقراری و به هم خوردن تعادل ایجاد بکنه. یه صحنه خیلی بارزی که داریم اوایل فیلم در اون سالن کنسرته که ما نمای تماشاگرها رو داریم میبینیم، خب صدای اعلان از بلندگوی سالن پخش میشه، خب میدونیم اون صدا معمولا صدایی که هیچ وقت آدم منبعش رو نمیبینه، ولی بعدم که اجرای کنسرت شروع میشه طبیعی ترین چیز اینه که آدم خب روی سن رو ببینه، نوازنده رو ببینه، ولی ما همچنان داریم تماشاگرها رو میبینیم که انگار اونا هم دارن به ما نگاه میکنن. مخصوص به نظر میاد که از بین همه تماشاگرها شخصیتی که به ما خیره شده و توجه ما رو طلب میکنه شخصیت آنه و انگار داره میگه به من نگاه کنید نه به جای موسیقی. خب اینم اول فیلم هست که خب بعد از اون هم در واقع ماجرای آن روایت میشه دیگه. در مورد جدا کردن صدا از منبع تولید، یه نکته دیگه که وجود داره اینه که در حکم استعاره هم به کار گرفته شده. ما صحنه‌های زیادی رو داریم به طور خاص در مورد آن که صداش داره از بیرون تصویر میاد، مثلا یا صدای حرف زدنش میاد یا صدای باز و بسته کردن شیر آبش میاد، به خصوص توی اون صحنه ای که صحنه خوابیه که جورج میبینه و داره تو راه رو میره، صدای آن از پشتش میاد که میگه چی شده کیو اینا. این جدا کردن صدا از تصویر رو ما داریم که این میتونه یه استعاره باشه برای مرگ و جدا شدن صدا از بدنی که خب داره میمیره، داره نابود میشه، که خب اینم خیلی جالبه. باز نکته بعدی که میخوام بگم در مورد المان فرمی، در مورد زوایا و قاب‌بندی های دوربینه. شما این تصویر رو ببینین، این صحنه‌ایه که اینا از کنسرت برمیگردن، از این در وارد میشن، میرن اون گوشه لباسشون عوض میکنن، حرف میزنن، آن میره اونجا ظاهرا توی اون دستشویی، این از این اتاق میرن به اون اتاق، ولی دوربین به روی خودش هم نمیاره، دوربین واسطه اونجا و همجوری ثابت ما بعد از اون دور ببینیم مسائل رو. در واقع ما توی فیلم برداشتای تریکینگ خیلی کم داریم، دوربین خیلی بی‌اعتناست به اتفاقاتی که داره میگذره. این تکنیک باعث کش اومدن و کندی زمان میشه. یه تاثیر دیگه ای که داره این حالت فرمی اینه که ما دائم داریم مثلا به کنج دیوار و اون گوشه اتاق یه جای تنگ رو نگاه میکنیم که همونطور که بعضیتون اشاره کردید باعث تاکید روی فضای درونی و خصوصی میشه. در واقع جهان بیرون خیلی بی‌ربط به نظر میرسه و ما تمرکزمون رو اینه که همه اتفاقات داره توی خونه فضای خیلی آشنا میفته و ما رو هم به این سمت سوق میده که خب به درون خودمون رجوع کنیم و احساسات خیلی خصوصی خودمون رو درگیر فیلم کنیم. از یه طرف دیگه باز این کندی و بی حرکت شدن فیلم باز میتونه یه استعاره‌ای باشه برای رفتن اینها به سوی مرگ، چون هرچی بیشتر میگذره فیلم بیشتر از فضای خالی استفاده میکنه، بیشتر ساکت میشه، کند میشه
و در نهایت ما اینجا یه سری تصویر داریم، همونطوری که راحله گفت که از تصاویر از تابلوهای نقاشی هست که الان اینجا من چند تاشون رو دارم که اینا روشون هر کدوم چند ثانیه توقف میشه، انگار که فیلم هم مثلا شخصیتاش متوقف شده. ما اگر حرکت رو از فیلم بگیریم تبدیل میشه به عکس یا فرم خیلی قدیمی تر و کهنسالترش نقاشیه. و این تابلو هم بدون قاب اینجا هستن، یعنی اینجوری نیستش که ما داریم فیلم این تابلوها رو میبینیم، خود فیلم میشه این تابلو. درسته؟ نکته دیگه در مورد قاب بندی دوربین اینه که اتفاقا ما تصاویر کلوزآپ هم خیلی زیاد داریم تو این فیلم. به طور خاص تصویر از چهره آن خیلی زیاد داریم اینجا، مثلا کلوزآپ تصویر هر دوشون که توی چیزم استفاده شده. توی کلوزآپ ها ما خیلی تغییرات جسمانی آن رو به وضوح میبینیم که صورتش مثلا به تدریج شکسته میشه، چهره کاملا در هم میریزه دیگه. درسته؟ اون حالت دهان که مثلا انگار یه دهنکجی خیلی غمناکی روش نقش میبنده، خیلی اینا معنا داره. مثلا همزمان هم تواناییشو برای حرف زدن از دست میده، هم توانایی خوردن و بلعیدن و چیزی وارد بدن شدن رو از دست میده. و مهمتر از همه اینه که در تمام مدت ما توی چشم‌های این زن یه تقاضا و یه درخواستی رو میبینیم که توی این کلوزآپ‌هایی هم که از چهره میبینیم معمولاً کلوزآپ چهره آن خیلی نزدیکتر به نگاه دوربین تا کلوزآپ چهره جورج. حالا اینجا هم نگاه بکنید یه جوریه که انگار آن داره به ما نگاه میکنه، انگار مثلا مخاطبش ما هم هستیم، در صورتی که جورج داره به آن نگاه میکنه. و این درخواستی که این چشم‌ها داره مطرح میکنه در واقع هسته اصلی پرسش اخلاقی فیلمه، که درخواستیه که داره به جورج میگه که من نمیخوام با این وضعیت زندگی کنم. اصلا همون اول هم که از بیمارستان میاد میگه من رو به بیمارستان بر نمیگردونی. بنابراین اینجا به نظرم شخصیتی که ما خودمون رو جاش میذاریم تو دیدن فیلم شخصیت جورجه، یعنی شخصیتیه که باید بیماری و درد معشوقش رو نظاره‌گر باشه و با این پرسش دست و پنجه نرم کنه که من چیکار کنم، آیا به درخواست این گوش بدم یا نه. و خب خیلی براش سخته، صرف دیدن معشوقش توی اون وضعیت درد و به خصوص وقتی اون وضعیت خیلی خجالت آوریه و احساس میکنه که آن خیلی شرمنده شده، مثلا وقتی خودش رو خیس میکنه، اینا خیلی براش دردناکه. ولی در این حال خواست خودش اینه که زنش تا جای ممکن باشه، یعنی بمونه، یعنی خودش نمیخواد از دستش بده. یه صحنه هم هست که بهش میگه که تو خودتو بذار جای من، اگه مثلا من جای من بودی تو خودت چیکار میکردی، فکر کن مثلا میتونستی منو چیز کنی. و آن میگه که من اصلا نمیخوام فکر کنم، من خستم، یعنی اصلا فکر نکن که میتونی من رو در موقعیت مسئولیت اخلاقی در قبال خودت قرار بدی، تو اگه اینجا باید فداکاری کنی و بذاری که من برم. و در اون صحنه خوابم که خیلی صحنه تایید صحنه خیلی ترسناک فیلمه، چون خیلی سکوت حاکمه و اینا، ما میبینیم که یه دستی میاد از پشت جلوی دهن جورج رو میگیره. خب اینجا یه جوری هم پیشبینی اون صحنه نهایی خفه کردنه، همه میگه یه اشاره به این میشه که اینجا صدای جورج هم در واقع خفه شده، خودش به نوعی دچار مرگ شده با اینکه باید مرگ معشوقش رو بپذیره به دست خودش. و خود صحنه خفه کردن هم خیلی جالبه به لحاظ تصویری. میبینیم یه صورت جورج، در واقع صورت خود جورج هم توی بالش فرو رفته، یعنی انگار اون هم خفه شده، در واقع یه جور انگار دست به خودکشی زده. نکته آخری که در مورد تکنیکایی که استفاده شده میخوام بگم، استفاده از موسیقی و صدا برای بازی با مرز واقعیت و خیاله. یه صحنه رو داریم بعد از فلش شدن آن که میبینیم داره پیانو میزنه و اول نمیدونیم چه خبره، فکر میکنیم که آیا واقعا داره این اتفاق میفته، آیا مثلا فلشبک به گذشته، تا اینکه ببینیم جورج ضبط خاموش میکنه و میفهمیم که این در واقع داره خیال میکنه ماجرا رو. و این اتفاق یه بار دیگه هم تکرار میشه در انتهای فیلم، باز با یه صدا شروع میشه، صدای آب آشپزخونه میاد که جورج توی اتاق بلند میشه و میره اونجا و آن رو میبینه و ما ممکنه باز یه لحظه شک کنیم بگیم چی شد، آیا صحنه کشتن واقعی بود، آیا این صحنه واقعیه. اینجا یه فیلم مثلا نشونه واضحی مثل اون خاموش کردن ضبط به ما نمیده،
همونطور که مثلا بیرون رفتن جورج با آن از خونه خیلی برای ما معناش علامت واضحی فیلممون نمیده، میذاره به عهده خودمون که تعبیر کنیم از این رفتن با اون چه تعبیری بکنیم. که خب به نظرم خیلی معنا داره اون آخر فیلم و میتونیم راجع بهش صحبت کنیم. یه جمع‌بندی سریع بکنم در مورد مؤلفه‌های فرمی مثل شیوه روایت، استفاده از صدا و دوربین صحبت کردم و فکر می‌کنم در مجموع حاصل کار یه فیلم بسیار جدیه با فضای خیلی غیر احساسی و سرد. موسیقی متن به معنا وجود نداره، همونطور که گفتین اجرای موسیقی بارها قطع میشه و اون بیشتر شیفتای ناگهانی صدایی رو داریم توی فیلم، بنابراین موسیقی نیستش که با ما همراهی بکنه با احساسات ما. بازی‌های احساساتی و ترحم برانگیز نیستن، اینجوری نیست که از ما طلب همدردی یا به معنای ترحم بکنن. شخصیت آن خب یه شخصیت محکم و مسلطیه، خیلی شخصیت سمپاتیکی نیست، یعنی اینطوری نیستش که ما هیچ وقت نمی‌بینیم یه ذره بخنده نسبت به وضعیتش، مثلا یه ذره شوخ طبعی داشته باشه، سعی کنه بپذیره، سعی کنه به زندگی برگرده. نه، بیشتر مثلا چیز ما رو به خودش جذب نمی‌کنه، بیشتر حالتی که نسبت بهش داریم اینه که معذبمون میکنه، احساس میکنیم که کاری از دستمون بر نمیاد، خیلی موقعیت ناراحتیه، انگار که مثلا در اون موقعیت واقعا گیر کردیم، نمیدونیم چی کار کنیم. و خب هنر هانکه هم در همینه که اینجوری یقه آدمو میگیره و وادارش میکنه که این موقعیت سخت رو تجربه بکنه. مثل بعضی فیلم های دیگرش این فیلم خشونت رو به اون صورت اوریان نداره، مثل فانی گیمز یا بازی های مسخره که همیشه با من فیلم خیلی خشن هانه که بهش ارجاع میکنن. اصلا توی این فیلم هم یه ارجاعی به اون فیلم میشه، اونجا که اولین بار آن دچار سکته شده اول فکر میکنه که داره با شوخی میکنه، میگه که مثلا Is that a game? It's not funny. و خب اسم شخصیت های فیلم فانی گیمز هم همینطوری جورج و آنا. اونجا خب خونه اونا هم زندگی خوبی دارن، یه مهاجم مثلا خیلی خشنی اومده و به صورت جسمی داره آزارشون میده. اینجا اینا خشونتی که ما در فیلم میبینیم خشونت اونجوری نیست، خشونت یه خشونت بیشتر یه ستم بیولوژیکه و مثل ستمیه که مثلا همون دزدی که اول فیلم به خونهشون زده و اینا خونه نبودن میتونه به سراغ هر کسی بیاد. ولی در کل با وجود این همه تلخی توی فیلم به نظرم هانکه تونسته که یک جور زیبایی بسیار انسانی رو هم به تصویر بکشه که در اون صحنه خوابیدن آن در بستری از گل اونجا مجسم شده، که خب یعنی بله انسان بسیار ناتوانه ولی میتونه همچنان انقدر زیبا عمل بکنه. من حرفامو همونجا تموم میکنم، مشتاقم که So that's